بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشید. مطمئنم که اوقاتی بهتر خواهید داشت، چون پس از مدت ها آقای احمدعلی مسعود انصاری با ما هستن. قرار هست یکی دو برنامه داشته باشیم که برنامه امروز همون جوری که در فیسبوک گفتم، در برنامه های گذشته هم گفتم، ناگفته هایی از روابط ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی است. من بهشون سلام میکنم، بهشون خوش آمد میگم و میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدم. شما دوستان هم چه الان امروز ساعت 1 بعد از ظهر به وقت نیویورک، در واشنگتن، نیویورک، شرق آمریکا، چه روزهای دیگه که تا هفته آینده این برنامه رو هر روز از تلویزیون میبینید، بازپخش یا توی فیسبوک میبینید یا توی بایگانی میبینید، میتونید تماس بگیرید مستقیما با فیسبوک ایشون، میتونید تماس بگیرید، پیام بذارید، با تلفن، با تکس، با ایمیل. یعنی ما اینجا تمام درها را برای گفت و شنود باز گذاشتیم. خیلی خوشحالم که آقای انصاری هم از روز اولی که این کار را انجام داده، حدود 15-16 سال پیش، همین سیستم و همین روش رو داشته و جوابگوی شما دوستان بوده. آقای انصاری خوش آمدید، سلام به شما. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. جناب سروی، من از شما تشکر میکنم، از بینندگان تشکر میکنم، خدا رو شکر میکنم و با نام خدا مثل همه برنامه هم این برنامه رو شروع میکنم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که یکیست و به غیر از او خدایی نیست و هرچه که هست از اوست و بازگشت همه ما به سوی اوست. و چون من ممکنه چند تا از آیات قرآن رو هم بخونم، از اول پناه میبرم به خدا از شر وسوسه های شیطان مردود و به درگاه خدا دعا میکنم که بار الله مرا به قدم صدق داخل و به قدم صدق خارج گردان و از جانب خود بصیرت و حجت روشنی که دائما یار و مددکار باشد عطا فرمایید. من اعتقاد دارم که در همه جا، در وجود خود ما، در همه جا خوب و بد هست و ما باید خوبی ها رو بگیریم، گسترش بدیم و بدی ها رو از بین ببریم و هر عملی در خودش مستقله و قضاوت هم با خداست. برای همین هم ما نمیتونیم در مورد کسی یا مملکتی یا چیزی قضاوت بکنیم. ما فقط میتونیم عمل اونها رو قضاوت کنیم، بگیم این کاری رو که میکنید خوبه یا این کاری که میکنید بده، ولی به طور کلی نمیتونیم بگیم که ایران خوبه یا ایران بده، یا آمریکا خوبه یا آمریکا بده، یا اسرائیل خوبه یا اسرائیل بده. عمل اونها رو، اون عمل رو باید در نظر بگیریم. پس این رو میخوام در مد نظر بینندگان عزیز امروز باشه که این عقیده منه. من در زمان انقلاب رابطه بین شاه و آقای شریعت مداری بودم و در اون موقع قرار بود که حزب اسلامی ایران درست بشه و من مدیرش بشم، من رئیسش بشم، به پیشنهاد آیت الله شریعت مداری که شاه هم قبول کرده بود. ولیکن انقدر سیر این انقلاب تند پیش رفت، حالا به دلایل اینکه حالا انشالله در برنامه بعدی راجع بهش بیشتر صحبت میکنیم، که ما دیگه نرسیدیم که این کار انجام بشه. بعد از اون، همونطوری که من در برنامه قبلی خدمتتون عرض کردم که با شاه در قربت، من با شاه بودم، باش وایستادم تا زمانی که ایشون فوت کرد. بعد از اون آقای رضا، بعد از اون من یک سالی از خاندان جدا شدم به خاطر اینکه خانم فرح پهلوی یا فرح دیبا یا فرح خانوم، ایشون تمام افرادی که شاه با اینها بد بود و از دید من اینها مقصر بودن در ایجاد انقلاب ایران، در تسریع انقلاب ایران و نقش اساسی داشتن، اینها رو آورد به قاهره و در نتیجه من جدا شدم. بعد حدود یک سال بعد آقای رضا پهلوی به من زنگ زد و گفت بی احمد بیا و من رو از دست مادرم نجات بده، که من به قاهره رفتم و در اونجا به ایشون گفتم که آقای پهلوی، آقا رضا، من به غیر از خدا اربابی ندارم و تا روزی که شما راه خدا رو بری من با تو وای میستم و روزی هم که نری بر علیه تو میجنگم. که یادم ایشون در قاهره در کاه قبه اون روز گریه کرد وقتی من یعنی رو بود زد. و
و بعد ما ادامه دادیم که تمام این کارهایی رو که من انجام دادم در کتاب من و خاندان پهلوی و در کتاب من و رضا نوشته شده که ما همکاری هایی داشتیم از نظر مالی، از نظر سیاسی، تا اینکه ایشون در سال 89 به من حمله کرد. حالا چرا ایشون حمله کرد؟ ایشون ما میرسیم به سال 89 و پول ما تموم میشه و ایشون تمام پولایی که داشت رو خرج کرده بود و ما یه ضرر بزرگی هم کرده بودیم که ما فکر میکردیم کمپانی ایفاتن با ما درست رفتار نکرده و با اینها در دادگاه بودیم که پول ایشون رو از دادگاه پس بگیریم. وقتی که ایشون، حالا داستانش هم این بوده، حالا من یه ذره باید وارد این مسائل بشم چون اینا مربوط میشه به اینکه چرا من به ایران رفتم. ایشون وقتی که پول ما تموم میشه، من به ایشون میگم که ایشون دائما به من میگفت تا سال تابستون 89 من رو بکش و من در اون سال 200 میلیون دلار بهم میدن و من از این 200 میلیون دلار رو میارم و تمام مسائل ما حل خواهد شد، مسائل مالی. حالا من تمام اینها رو در این دو کتابی که عرض کردم نوشتم، دیگه واردش نمیشم، در خیلی از برنامه‌هام راجع به شرط دارم. بعد ایشون، من به ایشون گفتم آقا ما دیگه پول نداریم، رسیده بودیم به مارچ سال 1989. به ایشون گفتم آقا شما برید از این 200 میلیون یه پیش پرداختی بگیرید و هزینه ها رو بدید، به من یه پولی برای من بدید تا من بتونم تا تابستون شما رو بکشم. ایشون از من خواست که برم 200 هزار دلار قرض بکنم و هزینه های اون ماه رو بدم. 10,000 دلار هم از اون 200,000 دلار ایشون از من نقد گرفت و رفت به سوئیس که برای ما پول بفرسته. از کی قرض کنیم؟ از هر کسی که میتونیم. خلاصه ما دوستان و آشنایان زیادی داشتیم. بعد ما این کارو کردیم. حالا اسم نمیارم که کی قرض داد، چون نمیخوام مشکلی برای کسی ایجاد بشه. بعد ایشون بعد از اینکه پول رو آقای شهبازی هم برد به ایشون داد، ایشون یک ساعت از من، یعنی نه یک ساعت، به من زنگ زد، در حدود 20 دقیقه از من تشکر کرد که چقدر من ممنون تو هستم که شما این زحماتی که این سالا برای من کشیدی، من چقدر ممنون تو هم، چقدر از خود گذشتگی کردی. خلاصه بعد ایشون رفت و یه دفعه به من خبر دادن که بنده رو در سوئیس بر علیه من اعلام اقامه دعوای قانونی کردن و تمام حساب‌های ما رو هم بستن. بعدن به من خبر دادن که این کار رو آقای رضا پهلوی کرده و بعدها در دادگاه خداییشون آمد جریان رو شرح داد و این حرفی که من میزنم اینها همه گفته های دیگه خداییشون به صورت مستنده. و در ضمن من امروز برنامه‌ای که با شما دارم مطالب رو تعریف میکنم، ولی دقیق‌تر از این رو نوشتم و در فیسبوک مردم تیوی هم این وجود داره و دوستانی که اگه دوست دارن بیشتر بدونن میتونن اینها رو در این نوشته بخونن. ایشون میره به سوئیس و میره به سراغ یک جعبه اماناتی که ما در اونجا داشتیم و این جعبه امانات تمام اسناد اموال آقای پهلوی، چون همه شرکت ها بینام بود، در این جعبه امانات بود و تمام حساب ها، همه چیزا اونجا بود، همه مسائل سری ما در اون جعبه امانات. آقای انصاری، چرا شرکت باید بینام باشه؟ چون این تو آمریکا رسمه که بینام میکنن اونایی که میخوان روی چیزی سرپوش بذارن، به اصطلاح بهش میگن شل گیم. بله، ما هم هدفمون این بود که هیچ وقت کسی نتونه اموال خاندان جمهوری اسلامی، دنبال اموال خاندان پهلوی بود و ما هدفمون این بود که هیچ کس نتونه بفهمه که این شرکت ها مال کیه و این شرکت ها مال اون کسی بود که سهام پیشش بود و این سهام هم تو بانک بود در یه جعبه. ایشون به گفته خودش بدون اینکه به من خبر بده به بانک میره با وکیل خودش آقای ژان پیر کوتیه، با کلیدی که من به ایشون دادم و با امضایی که خود ایشون در بانک برای بانک کرده بود که من داده بودم، ایشون امضا کرده بود و به بانک داده بودم، ایشون جعبه رو براش باز میکنه. بعد از اینکه جعبه رو براش باز میکنن، به گفته خود ایشون میبینه که همه چیزها به عین در اونجا هست و این رو من اینش رو در اون نوشته از خود مدارک دادگاه نوشتم، یعنی این نبوده که اونجا بره ببینه چیزی نیست، دیده به این همه چی هست. در این زمان
آقای وکیل ایشون میاد با رئیس بانک به ایشون میگن که ممکنه که به شما ممکنه که شما نباید دسترسی به این باکس داشته باشی و ما بی خودی به شما این دسترسی رو ده، که ایشون فوری عصبانی میشه و بر علیه من اقدام قانونی میکنه، که این اصلا از دید هیچ آدم عاقلی معنی پیدا نمیکنه که شما بعد از این همه سال، بعد از 6 7 سال همکاری شب و روز، خب شما گوشی تلفن رو بردار و بگو که چرا اینا این حرفو میزنن، یا اگه مشکلی هست شما این رو رفع کن، شما که نمیرید که اقامه دعوا بکن. بعد از اون ایشون وکلای ایشون، وکیل دیگری ایشون به نام آقای جکسن که وکیل آقای راکفلر هم بود، با من تماس میگیره و از من میخواد که در اتلانتا، که ما تمام مراکز کارامون با آقای پهلوی در اتلانتا بود، با ایشون ملاقات بکنم، که من خودم رفتم ایشون رو از فرودگاه برداشتم و رفتیم به دفتر بانکی که ایشون داشت، که یه دفترم در اتلانتا داشت. در اونجا آقای جکسون به من گفتش که اصلا درست نیست که بین شما دعوا باشه و اینها، و بهتره که شما این رو دوستانه حل کنید، و تنها دعوایی که، تنها موردی که آقای پهلوی با تو داره اینه که میخواد پولی که ایشون از سرمایه‌گذارهای جز گرفته قرض کرده رو پس نده، و ما حتی حاضریم، ایشون حاضر شده 500 هزار دلار به تو بده اگه تو رو تومون برکن. که من به ایشون گفتم که اگه از جونم بگذرم نمیذارم که ایشون این کار رو بکنه. و حالا میخوام یک چیزی رو برای بعضی از دوستان سلطنت طلب اینجا عرض بکنم، که به من نسبت خوردن نمک و نمکدون رو و شکستن نمکدون رو میدن. اگر من این پیشنهاد رو در اون روز قبول کرده بودم، نمک خورده و نمکدون شکسته بودم، چون تنها نمکی که وجود داره مال خداونده، تنها نمکدانی که وجود داره مال خداونده، و خداوند از ما میخواد که در راه حق و بر علیه ظلم بجنگیم. و اگر من اون روز به ناحق این قبول کرده بودم این پیشنهاد رو، اون وقت بود که من نمک خدا رو خورده بودم و نمکدون رو شکسته بودم. پس من میخوام اینجا خوب متوجه بشن دوست. بعد ایشون به من گفت، آقای جکسون به من گفتش که شما بیایید و با آقای پهلوی در نیویورک در دفتر ما ملاقات کنید. این آقای جکسون در ضمن وکیل آقای راکفلر هم. من یادمه که به نیویورک رفتم، حتی وقت قبل از اینکه آقای جکسون اومد منو برداره ببره به اتاق، گفتم حالا یه دفعه کتککاری نشه اینجا، ایشون یه دفعه به ما اتفاقی اونجوری نیفته، که آقای جکسون گفت ما که نمیذاریم اینطور. وقتی وارد اتاق شدم، آقای پهلوی تا منو دید دوباره منو بغل کرد، بوسید، معذرت خواست، گفت که همه این کارا تقصیر آقای کاظمیانه که من فکر نمی‌کنم درست باشه. و من حتما در آخر جلسه هم گفت من پول این افرادم میدم، که منم خوشحال برگشتم به تمام این سرمایه گذارهای جز، گفتم که شما پولتون محفوظ است و نگران نباشید. تا به یه دقیقه من شرحی هم میدم که این سرمایه گذارهای جز کی بودن. ما وقتی با آقای پهلوی شروع به کار کردیم، هزینه هایی که ایشون خرج میکرد با پولی که داشت نمیخوند. در نتیجه ما مجبور بودیم که دنبال درآمدهای بالا بریم، و به شکر خدا هم درآمدهای بالا داشتیم، معمولا اصلا 30-40% در ما در سال ما درآمد داشتیم. خب این دوست افراد مختلف که دور خاندان بودن، اینا گفتن که شما بیاید پولای ما رو هم برای ما سرمایه گذاری بکنید. من گفتم که شما این خاندان خیلی پول دارن، یه قسمت کوچکی از این پول دست ما هست و میتونن ریسک بکنن و ما چاره دیگه هم نداریم، ولی شما در یه همچین موقعیتی نیستید. شما بیایید پولتون رو بذارید به حساب بانکی که ایشون داره، ودیعه بذارید به 12%، بعد ما این پول رو قرض میدادیم به آقای پهلوی و ایشون استفاده میکرد از 30% تفاوت درآمدی که بین 30% و 12% بود، 18% رو میخورد، ولی اگه اتفاقی میافتاد دیگه پول اینا نباید در خطر بود، ایشون باید پول اینا رو پس میداد. و ما یه ضرری کردیم در سال 87 و مسائل عوض شد و آقای پهلوی میخواست پول ایشون رو اینا رو پس نده، که خب منم نمیتونستم بگم که موقعی که همه چیز خوبه شما از این پولا استفاده میکنید، وقتی که بعدی میخواید پول مردم پس ندید. در صورت من متوجه شدم که ایشون قصد پس دادن پول این افراد رو نداره، و بعد اینها بر علیه من در و من دائما به خاندان پیشنهاد کردم آقا بیایید همه حسابها رو بدیم به حکم، حتی خود این آقای جکسون که وکیل شما هست به حکم بشه.
و هر چه حکم گفت همه بکنن. من هدفم این بود که این سرمایه گذارهای جز پولشون از بین نره. و اینها گفتن نه، ما پول داریم، تو نداری، پدرتو در میاریم. و فرح خانوم هم میگفت ما باید پدری از این احمد در بیاریم که کسی دیگه جلوی کارهای ما وای نست. خلاصه اینها در آمریکا به من حمله کردن در دادگاه. و در آمریکا حالا باید براتون عرض بکنم که هزینه پولهای کارهای قانونی خیلی بالاست و هدف اینها هم این بود که انقدر پول خرج بکنن که من در مقابل نتونم دوام پیدا بکنم. و من روی خونم قرض کردم، از تمام دوستانم قرض کردم، از تمام فامیل قرض کردم. و هر بارم اینها بر یه دونه از این لایحه‌های درخواستی می آوردن، من می بردم پیش وکیل، می گفت 20,000 دلار بیار من یه دونه لایحه رو جواب بدم، 50,000 دلار بیار من یه دونه لایحه رو جواب بدم. خب من از کجا بیارم؟ و من دوام، خلاصه یک سالی ما ادامه دادیم، دیگه رسید به جایی که من هیچی نداشتم. و فکر میکردم که بعد پیش خودم فکر کردم که اگر من برم به ایران و به ایران بگم که آقا اموالی از مایی که شما مصادره کردید، غصب کردید، اگر اینها رو پس بدید، منم میتونم به این کارو که من راه حق میدونم و در این مورد بجنگم و به قول معروف هم به نفع شما هم مال ما رو پس دادید که کار خیریه و هم ما جنگی رو کردیم ادامه میدیم، دفاعی رو ادامه میدیم که من فکر میکنم کار حقه. خب شما نگران نبودید که اونا چون شما با آقای رضا پهلوی بودید ممکنه بگیرنتون و اینها؟ البته برای من گفتید شما چنان جهنم ایشون برای شما اینجا درست کرده که گفتید خب بهتر از اینجاست و رفتید، ولی احتمالاً قبلش لابد با یک کسایی تماس گرفتید که وساطت کنن، نه؟ نه، من کاری که کردم این بود که با دوستانی صحبت کردم و یه آقایی رو به من معرفی کردن به نام آقای محسن کنگرلو که ایشون رابط آقای آلیور نورف و قربانیفر و همین مسئله ایران کنترل، و حالا نمیخوام وارد بشم که چه کسی معرفی کرد چون اصلش اصلا از یکی از خاندان پهلویه. و من این آقا رو در فرودگاه فرانکفورت ملاقات کرد و ایشون شروع کرد من زنگ زدن، بعد به من گفتش که، و این خواسته خودم رو اونجا گفتم، گفتم آقا من دارم با این آقا می جنگم، هیچ پول دیگه ندارم و اگر اموال من رو پس بدید، اموال خانواده ما رو پس بدید، ما شاید بتونم به این دعوای خودم ادامه بدم. بعد این آقا به من زنگ زد و گفتش که شما بیا ایران، که من اول گفتم مگه تو دیوانه شدی؟ اینا من الان این همه سال بر علیه جمهوری اسلامی جنگیدم و من بیام اونجا که منو میگیرن اعدام میکنن؟ ولی از همون طرف آقای پهلوی هر روز فشار می آورد و من هیچ نوع نمیتونستم از خودم دفاع کنم. آقای انصاری عذر میخوام از شما، چون ما قبلا برنامه‌هایی که داشتیم با هم تلفن ها آزاد بود، دوستان عادت دارن هر وقت شما رو میبینن سوالاتی میکنن، این سوالات رو من مطرح کنم یا بعد از برنامه روی فیسبوک بهشون جواب میدم؟ بابا بعد از برنامه، چون من بعد همه چی یادم میره، نمون بالاست، اوضاع خراب، ولی بعد از برنامه هر سوالی داشته باشن من میمونم و جواب میدم. گفتم بعد من دیگه اون موقع اول به این آسونی قبول نکردم که برم، ولی انقدر فشار می آوردن و بعد برای من هم که عقاید مذهبی قوی به لطف خداوند دارم که انشالله دارم، برای من یا باید پیروز بشم و یا شهید بشم. و گفتم خلاصه اگه ما رفتیم در ایران و ما رو گرفتن کشتن، پس ما شهید شدیم، ما در راه حق جنگیدیم، ما رو گرفتن کشتن. حالا بعد دیگه من تصمیم گرفتم که برم، چون دیگه چاره نداشتم، من هیچ چاره دیگه ای نداشتم. و خاطرم هست که به ایشون زنگ زدم گفتم من میام. و یادم نمیره وقتی که هواپیما در تهران نشست، این قلب من داشت از دینم در میامد، حالا خدا منو ببخشه چون من نباید از غیر خدا بترسم. و من همونجا گفتم خدای با توکل به تو آمدم و خداوند قلب من رو آروم کرد. بعد یه آقایی اومد از پای هواپیما منو برداشت و برد به هتل استقلال و در اونجا به منم گفتن تو حق نداری از حتی این سویتیه که برای من گرفته بودن در بیای. چند روز بعد من رو بردن و با آقای فلاحیان، ما قرار بود نیم ساعت صحبت کنیم ولی مثل اینکه یکی دو ساعت صحبت، وزیر اطلاعات اون موقع، نه؟ اون موقع بود. و در همون اتاقی من ملاقات کردم که آقای ثابتی من رو سینجیملی کرد. اینم از چیزهای جالب بذارید اینو بگم، دلیلی که شما اینو میگید چون
گفته بودن که شما رفتید در ویلای شخصی ایشون زندگی کردید، شما حالا دارید میگید، قبلا هم گفتید که در هتل بودید، در یک سویت بودید، و وقتی هم رفتید اونجا با ایشون صحبت کنید توی وزارت اطلاعات توی ساختمان دولتی و همون اتاقی که پرویز ثابتی هم در زمان شاه شما رو سینجیم کرده بود. بله، همون اتاق و در همون سلطنت آباد. بسیار عالی، بفرمایید. بعد من حالا بعد از اون من با ایشون صحبت کردم، گفتم من دارم در راه حق می‌جنگم، شما کمک بکنید اگه حق هستید و طرفدار حق هستید. اموال ما رو، ما چیزی به من ندید، اموال ما رو که به ناحق گرفتید رو پس بدید. حالا شاید دیگه اونجا نگفتن به ناحق، اموال ما رو که گرفتید رو پس بدید. و مثل من مثل خانه پدریتون، نه؟ نه اصلا خونه خودم، خونه نه خونه پدریم و خونه مادریم و بله، خونه خواهرم و خونه خودم و همه چی رفته دیگه. بعد البته خونه خودم رو جدا میکنیم چون اون رو یکی از دوستان رفت امضا کرد داد، معذرت میخوام، ولی اونم رفت، یعنی اونم چیزی نبوده که، نمیخوام دروغ بگم، ولی اونم ما نداشتیم. بله. و یکی تقلب کرده بود، حالا معذرت، حالا نمیخوام، یعنی چون خیلی روشن نیست، ولی در اصل اونم در اختیار من نبود. و گفتیم اگه اینها رو پس بدید ما میتونیم اینها رو بفروشیم و بریم به جنگ و به جنگمون ادامه بدیم. آقای فلاحیان هم میگفت که خب حق ملت هست که اموالی که خاندان پهلوی از ایران دزدیدن به اینها بازپرداخته بشه. و ما در این مورد خب با هم صحبت کردیم و بعدم باید الان به همه بینندگان عزیز عرض کنم که نه اموال خاندان پهلوی به ایران بازگردانده شد و نه اموال ما رو کسی پس داد. این حرفایی هم که بعضی وقتا آقای نوری زاده میزنه دروغ محضه. بعد از اون من به آمریکا برگشتم. حالا من یه دو تا مطلب اینجا میخوام یه دقیقه خارج بشم از مطلب که جالبه، فکر میکنم که برای بینندگان جالب باشه گفتنش. یکی این که من همونطوری که به آقای رضا پهلوی یا به همه آقایونی که با من تماس گرفتن، از جمله خود شما تو برنامه خود شما به شما گفتم، من وفاداری به کسی ندارم. من وفاداریم تنها به خداونده و چه مملکت باشه، چه فرد باشه، چه هرچی باشه، اگه کار خیری باشه انجام میدم، اگه کار خیری هم نباشه بر علیهش می جنگم، چون تنها به خدا مسئولم. و یه اتفاقی برای من افتاد که دوست دارم تو برنامه بگم، تو نوشتم ننوشته بودم ولی فکر میکنم جالبه. من در سال 1972 که درسم تموم شد برمیگردم به ایران و اون تابستون میرم به باشاه به نه شهر و یه آقایی با ملک حسین مهمان شاه بود و یه آقایی که من تا 3 سال پیش اسمش رو نمیدونستم و نمیدونستم چه کار است با ملک حسین آمده بود، یه آقای آمریکایی که میگه مشاور سفیر آمریکاست. این آقای مشاور سفیر آمریکا که آدم خوبی هم بود خداییش، ایشون رو شاه اصلا اعتنا نمی کرد. منم تازه از آمریکا برگشته بودم، گفتم یه آمریکایی دیگه هم اونجاست. خلاصه من با یه مقداری گرم گرفتم. بعد این آقا برای من تعریف کرد که در زمانی که فاروق رو سرنگون کردن ایشون در مصر بوده، در زمانی که جمال عبدالناصر رو سرنگون کردن در عراق بوده، در زمان جنگ 67 هم در اردن بوده و برای همینم با ملک حسین دوست. بعد که ما به تهران آمدیم ایشون باز منو دعوت کرد و اینها، بعد شاه هم پیغام داده بود که به احمد بگید که زیاد با این نزدیکی نکن از طریق خانم دیبا. بعد دیگه یه دفعه این آقا به من پیشنهاد کرد شما بیایید با آمریکایی‌ها کار کنید، یعنی پیشنهاد کار به من داد که من قبول نکردم و خیلی بد برخورد کردم و خدافظی کردم چون من اون وقتا تعصبم خیلی بیشتر از حالا. بعد یه 2 سال بعد من رفتم به عنوان نماینده ایران در بازار مشترک با آقای جهانشاهی، یعنی قسمتی از این نمایندگی بودم. بعد دائم از سفارت چکسلواکی می آمدم پیش من که آقا شما بیایید بریم با هم نهار بخوریم، که من رد می کردم. و این دفعه 4 و 5 که فشار رو بردن من برگشتم و گفتم که من اصلا از کمونیستا بدم میاد، من اصلا حاضر نیستم با شما حرف بزنم. که بعد اون آقا برگشت گفت که شما که با آمریکایی‌ها حاضر نیستید کار کنید چرا با ما کار نمی‌کنید؟ من بهش گفتم مگه قرار است که شما با یه نوکر این بر یا نوکر اون بر باشید؟ شما میتونید مستقل باشید. که این رو من می‌خوام عرض بکنم که من همیشه مسئله استقلال رو در نظر گرفتم، استقلال خودم رو. و در ضمن حرف اگه کار خیری باشه انجام میدیم، اگه کار خیری نباشه انجام
نمیدیم، ولی این اتفاق هم افتاد و بعدها 3-4 سال پیش من تازه فهمیدم که اون آقایی که در مشاور سفیر آمریکا بود و آمده بود و شاه هم زیاد اعتناش نمیکرد، آقایی بوده به نام آرتر کلهن که رئیس دفتر چی میگن رئیس چیف استیشن منیجر CIA در ایران بوده. حالا فارسیش دیگه خود دوستان انگلیسیشون بهتر از من، و تازه من 4 سال پیش این رو متوجه شدم. ولی این جالبه که این آقا هر جا میرفته به اصطلاح رهبر اون کشور سرنگون میشده، نه؟ بله بله. حالا ولی من خیلی ها بعدن که من با وزارت خارجه آمریکا نزدیک بودم، وقتی این مسئله رو تعریف میکردم از من سوال میکردن که آقا این کیه، من نمیدونستم. 3-4 سال پیش یکی از دوستان برای من گفت. حالا من قربان برمیگردم به برگشتن به آمریکا. من میام به آمریکا از ایران، این در جولای سال 1991 من میام به آمریکا. و در اون موقع ما یه دوستی داشتیم به نام آقای مریان اسموگ. آقای مریان اسموگ کسی بود که در سال 83 آقای دکتر کاظمیان به من و به ما معرفی کرد، یعنی به من و رضا معرفی کرده بود. و داستان آقای مریان اسموگ رو من یه دفعه شرح دادم، ولی یه بار دیگه هم چون اینجا خیلی خیلی پیدا چی میگن خیلی مربوط میشه که همه بدونن که ایشون کی بوده، داستان رو دوباره تعریف میکنم. ایشون من در وقتی که در سال 1983 ما در مراکش بودیم با رضا پهلوی، و من دائم میدیدم که افراد مختلف سر آوردن مامورین CIA دو هم دعوا دارن پیش آقای رضا پهلوی. و من به آقای رضا پهلوی پیشنهاد کردم، گفتم که آقای رضا پهلوی شما شاهی و شما باید طوری عمل بکنی که در شأنت هست، در نتیجه اگه قرار است که شما با کسی ملاقات کنی باید بری با رئیس CIA ملاقات کنی، نه با افرادی که الان ما نمیدونیم مقامشون چیه، کارشون چیه، هدفشون چیه. و ایشون قبول کرد، من به آمریکا آمدم، رفتم پیش آقای غلام حسین کاظمیان و به ایشون گفتم که شما یه کاری بکن که آقای غلام حسین کاظمیان اون وقت تمام کارهای آمریکای آقای پهلوی رو اداره می‌کرد. گفتم شما یه کاری بکن که ما بتونیم ملاقاتی با آقای کیسی رئیس CIA داشته باشیم. ایشون هم آقای مریان اسموگ رو معرفی کرد که آقای مریان اسموگ خیلی دوست بود هم با آقای بوش هم با آقای کیسی هم با آقای ریگن، خیلی دوست. و در سفری که آقای پهلوی در سال 83 میاد به واشنگتن، آقای مریان اسموگ یک نهار میده که آقای کیسی اونجا بود، آقای مایکل دیور اونجا بود، آقای هلمز اونجا بود و چند نفر دیگه که اسمشون رو من نوشتم دارم. شما منظورتون از بوش، بوش پدر هست؟ بله بله، این بله. دوست بوش، بوش پدر. بله. و بعد در اونجا حتی آقای کیسی یک لیوانی هم به سلامتی اعلیحضرت بلند کرد، یه برش من نشسته بودم یه برش هم آقای پهلوی. بعد از اون آقای رضا پهلوی شروع که ملاقات کردن در خونه آقای اسموگ به آقای کیسی. بعد از چند روز آمد، بعد از چند روز نه، بعد از چند هفته ایشون آمد پیش من، گفت احمد مژده بده که آقای کیسی مژده به ما گفته که از این به بعد ما 150,000 دلار به بودجه سیاسی آقای رضا پهلوی کمک میکنیم. که من در اونجا بهشون گفتم آقا این کارو نکنید، این به ضررته، من تو رو معرفی نکردم که بری پول بگیری از اینها، من تو رو معرفی کردم که با در مشورت باش. و البته آقای کیسی هم بعد از اون افراد مختلف خیلی جدی گرفتن آقای رضا پهلوی رو و میخواستن ایشون رو برگردونن و افراد مختلفی رو به کشورهای اروپایی و به خود کشورهای اطراف ایران فرستادن که سازمان ها رو شروع کنن. که بعد از 3 هفته آقای کیسی آمد همه رو باز خواست و گفتش که این آقای جوان علاقه ای نداره، و ولی پول رو تا سال 84 به ایشون دادن. بعد آقای کاظمیان رو همین بسط آقای آهینا یه جوری بیرون کردن و در نتیجه ولی من رابطم با آقای مریان اسموگ ادامه داشت، ما با هم دوست بودیم، نهار می‌خوردیم، شام می‌خوردیم و رابطمون ادامه داشت. من وقتی که از ایران برگشتم، از ایران به من تلفن کردن و گفتن که ما از دفتر آقای هاشمی رفسنجانی با شما صحبت می‌کنیم. و بعد که گفتن اون وقت گفتن دفتر، ولی بعد گفتن نهاد ریاست جمهوری، و شما دیگه از این به بعد با وزارت اطلاعات، حالا اصلا من صحبت وزارت اطلاعات تو کار نبود هیچ وقت، من فقط فلاحیان رو دیده بود، گفتن با افرادی که تا حالا ملاقات کردید دیگه ملاقاتی نداشته باشید و از این به بعد مستقیم با دفتر خود ایشون شما در ارتباط باشید و شما بیایید به ایران.
من آقای اسموخ رو که دیدم در مورد رفتنم به ایران و در مورد این تلفنایی که از طرف دفتر آقای هاشمی به من شده صحبت کرد. ایشون دو سه روز بعد با من تماس گرفت و من با آقای بوش که اون وقت آقای بوش رئیس جمهور بود و آقای اسکوکرافت صحبت کردم و اینها پیغامی دارن برای آقای هاشمی که اگه شما ممکنه در سفری که میری این پیغام رو به آقای هاشمی بده. و پیغام اینها این هست که اگر ایشون کمک بکنه به آزادی گروگان‌های آمریکا در لبنان، ما روابطمون رو دوباره برمیگردونیم به حالت عادی و این تمام اموال مسدود شده دولت ایران رو آزاد میکنیم، از جمله تمام این چیزهای جنگی که مونده بود، اسلحه‌ها و اینهایی که شاه خریده بود و در یک انباری بود به نام ویکتوری بند. من به ایران رفتم و این پیغام رو دادم و خود آقای هاشمی رو من هیچ وقت ندیدم. چند بار قرار بوده همدیگر رو مستقیم ملاقات کنیم ولی هیچ وقت این پیش نیامد. من این پیشنهاد رو دادم به کسی که از طرف ایشون آمد و با من ملاقات کرد. قبل از اینکه از ایران خارج بشن به من گفتن که آقای هاشمی با این پیشنهاد موافقت کرد. بعد دیگه من تماس داشتم دائم با، حالا این دیگه مثلا فکر میکنم سپتامبر سال 1991 هست، و من دائم تماس داشتم و گروگان‌ها شروع کردن به آزاد شدن. و داستانش هم این بوده که این گروگانگیرها رو میارن به ایران و یه پول هنگفتی بهشون میدن و اینها راضی میکنن که گروگان‌ها رو آزاد بکنن. و این به وسیله چندین نفر به من تایید شده، نه فقط از دفتر آقای هاشمی. در روز بعد منم دائم در تماس بودم که وقتی این گروگان‌ها آزاد میشن ما بریم که دیگه روابط بین ایران و آمریکا درست بشه. بعد در شهر یعنی در ماه نوامبر ما خیلی انصاری. با هم مذاکره کردیم. لطف کنید بگید تعداد گروگان‌ها چند تا بوده، احتمالاً اسامیشون هم بگید. من اصلا یادم نیست. بله خب بفهمید. تنها چیزی که الان یادمه اینه که روزی که 4 دسامبر که قرار بوده که آقای تری اندرسن آزاد بشه، من و آقای اسموک به طرف استکهلم رفتیم که با نماینده آقای هاشمی در استکهلم ملاقات بکنیم. بسیار عالی. و اینم میخوام عرض کنم که قبلش هم قرار بود اول بریم روم، بعد گفتن انگلیس، بعد فلان، خلاصه چیز خورد به استکهلم. من وقتی به استکهلم رفتم نماینده آقای هاشمی رو در هتل دیدم اول و یه آقایی آمده بود به نام با نام مستعار، که حالا اسم مستعار ایشون هم من نمیگم به احترامشون. بعد ایشون بعدها فهمیدم که این آقا آقای روحانی رئیس جمهور فعلی مملکت ایران هست، مملکت ما هست. و من با آقای روحانی ملاقات کردم قبلش. بعد قرار شد که ما بریم و ملاقات با آقای اسموک در سفارت ایران در استکهلم صورت بگیره. که بعد من با آقای اسموک رفتیم، آقای روحانی هم آمدن، سفیر رو هم که گفتن از سفارت بره. و ما، من و آقای اسموک و آقای روحانی اول یه 10 با هم صحبت کردیم، بعد از منم خواستن که از اتاق برم و آقای اسموک و آقای روحانی با هم صحبت کرد. و آقای اسموک به من گفت که آقای روحانی یه نامه‌ای هم از طرف آقای هاشمی مثل این که آورده بود ولی نداد به خاطر این مسئله. آقای انصاری شاد اون اسم مستعار که میگید هم فامیلی حقیقیشون فریدون بوده اون موقع؟ نه میدونم که اسمشون چیه. خب بگید دیگه، حالا که ایشون فکر نمیکنم دنبال شغلی باشه که اسم مستعار بخواد، دیگه کاراشو انجام داده. حالا مسائل دیگه ممکنه باش بفهم. بله چون اینا مستعار جاهای دیگه هم استفاده شده حتما و نمیخوام دیگه بیشتر از اون، این که ضرر نمیخوام، ما میخوایم کار خیر بکنیم دیگه، نمیخوایم کار ضرر بزنیم دیگه. بعد این معذرت بخواه. بعد آقای بوش پیغام داده بود به آقای رفسنجانی از طریق آقای اسموک که آقا شما اگر برید و در یک محلی، در یک محلی که پابلیک، در یک محل عمومی و تروریزم رو هم محکوم بکنی، ما دیگه روابط رو ایجاد میکنیم. که آقای هاشمی رفت و چون من اینو نوشتم دیگه اینو مجبورم بخونم چون بیلا یادم نیست، آقای هاشمی در روز 20 دسامبر رفت و کرد و تروریسم رو محکوم کرد و این چی در هست؟ ممکن هفته بعد در روز 20 دسامبر 1991 آقای هاشمی در نماز جمعه از مردم خواست
که احساسات ضد غربی را کنار بگذارند و اظهار کرد چارهای تند و زننده بهانه به دست دشمن می‌دهد تا جمهوری اسلامی را به حمایت از تروریست متهم کند. بعد از اون من دیگه تماس گرفتم، گفتم ما دیگه هم گروگان‌ها را آزاد کردن، هم بر علیه تروریسم صحبت کردن، دیگه بیایم و مسئله رو فیصله بدیم. ببخشید آقای انصاری، اون موقع آقای رفسنجانی هم رئیس جمهور بود، هم خطبای جمعه امام نماز جمعه رو میخون؟ بله دیگه، ایشون در نماز جمعه این رو گفته. بله بله، ولی یه جای عمومی است دیگه، خواسته بودن که در جای عمومی این صحبت بشه. بله. بعد در همون موقع یه دفعه هم آقای گوش میخواست که دوباره انتخاب بشه برای ریاست جمهوری و عجیب یه دفعه شروع کردن حمله کردن و عده‌ای میگن که عده‌ای متوجه شدن که داره روابط ایران و آمریکا درست میشه، خبرنگارها شروع کردن حمله کردن به آقای بوش که تو در ایران کانترا دست داشتی و خودت یکی از عوامل ایران کانترا بودی، که ایشون پیغام داد برای آقای هاشمی که اگه من الان با این جبهی که ایجاد شده بیان و روابط رو با ایران درست بکنم باعث میشه که من دیگه انتخاب نشم و به انتخابات من ضرر بخوره، شما صبر بکنید من دوباره انتخاب بشم و این کار رو میکنم، که ایشون انتخاب نشد همونطوری که میدونه. و بعد ایران دیگه از من خیلی عصبانی بودن، با اینکه میگفتن تقصیر تو نیست ولی خب دوست نداشتن. حتی در سال 2008 که من پیگیر اون بودم، حالا برنامه‌ای در مورد اون خواهیم داشت، در مورد آزاد کردن آقای لوینستون از ایران، وقتی تماس گرفتم به من گفتن که آقا این هنوز یعنی این چیز خیلی بدی در پرونده تو هست که ما همه کار کردیم و کار به نتیجه نرسید. بعد مورد بعدی که پیش آمد مورد آقای کلینتون هست. حالا آقای کلینتون شده رئیس جمهور، از طرف FBI با من تماس گرفتن و FBI هم اولین بار برخوردش با من زمانی بود که آقای پهلوی بر علیه من شکایت جنایی کرده بود و از سوئیس اون قاضی که سوال میکنه قرار آمده بود به آمریکا و FBI هم هماهنگ کننده این کار بود. در نتیجه من با FBI دیگه یک ارتباط صحبتی داشتم، چون اینها هماهنگ کننده کارهای اون خانم قاضی بودن و لااقل ما میدونستیم که کی کیه. و در اون موقع با من تماس گرفتن، گفتن که آقای کلینتون از شما یه درخواستی داره و اونم این است که به ایران پیغام بدید که آیا حاضرن که اطلاعاتی رو که دارن در مورد واقعه غیر منتظره اکتوبر سورپرایز که اینها گروگان‌های آمریکا در ایران رو، حالا ما راجع به لبنان صحبت نمی‌کنیم، آزاد نکردن تا زمانی که آقای ریگن انتخاب شد به ریاست جمهوری، آیا حاضرن این اطلاعاتو به ما بدن؟ اونها جواب دادن، گفتن آه این یه مسئله رسمی نبوده، این یک کاری بوده که یه عده‌ای که دور آقای ریگن بودن یه پول، حالا دور آقای ریگن هم نمیدونیم، خلاصه اونهایی که طرفدار انتخاب شدن آقای ریگن بودن، یه پول هنکفتی رو به افرادی در ایران دادن که اونها مقام رسمی نداشتن، که اینها در حقیقت بالا به گفته همین آمریکا لابی بکنن و نذارن که گروگان‌ها آزاد بشن تا زمانی که آقای ریگن انتخاب بشه. آیا آقای کلینتون با توجه به این که این مسئله رسمی نیست علاقه داره که این کار انجام بگیره؟ که آقای کلینتون گفتن بله. بعد اونا گفتن ما اطلاعات میدیم و اطلاعات میگیریم، که این رو هم آقای کلینتون قبول کرد. بعد اون موقع آقای کلینتون خیلی فشار می آورد که هرچه زودتر این کار انجام بگیره و جلسه تشکیل بشه این اطلاعات رد و بدل بشه، و چون خبری از ایران نشد، حالا وقتی میگیم خبری نشد صحبت دو سه هفته است، اینها یه ضرب العجل گذاشتن و گفتن که اگر تا 5 مارس در همون سال 1992 میشه دیگه فکر، اگر تا 5 مارس، حالا نمیدونم 92 یا 93 رو اینو بعداً میتونیم چک بکنیم، اینو پیدا کنیم، ولی در زمانی بود که آقای کلینتون رئیس جمهور شده و گفت تا 5 مارس اگر شما جواب ما رو ندید ما دیگه مسائل رو قطع میکنیم، که این ایران هم جواب نداد و مسئله قطع شد و روز 10 مارس آقای کریستوفر رفت شروع کرد به ایران حمله کردن و ایران رو تحت فشار قرار دادن.
بعدها من از ایران سوال کردم که چرا جواب ندادید، گفتن اون موقع آقای ابراهیم یزدی در آمریکا بود و یکی از افرادی که این پولها بهش رسیده بود برای اینکه نگذارن این گروگان ها آزاد بشن از فامیل های ایشونه و در نتیجه نمیخواستن که تا زمانی که آقای ابراهیم یزدی در آمریکا هست این اطلاعات رد و بدل بشه. بعد از اون FBI دوباره خودش با من تماس گرفت و گفتن که آقا ما میخواییم که رابطه اطلاعاتی با ایران داشته باشیم و شما ببینید که جواب چی میدن، که اونها خب سوالاتی کردن که من تمام با دقت اینا رو در همون نوشتم دیگه نمیخوام، یا باید براتون کامل بخونم یا دیگه کلش رو میگم و دوستانی که دوست دارن میتونم برن جزئیاتش رو بخونن. و بیشتر مطالبی هم که FBI اون موقع نظر اصلیش این بود که در مورد یه آقایی که رفته بود به نام آقای خانسی یا هرچی که در جلوی CIA و ادهی رو به رگبار گله بسته بود و بعد فرار کرده بود به پاکستان و یا افغانستان، اونا اطلاعات بیشتر اون رو میخواستن و بعد اطلاعات در مورد قاچاق، اطلاعات در مورد و ایران هم از این ور در مورد مثلا مسائل قاچاق، اموال مسدود شده، سازمان مجاهدین خلق، اینا نظرات چون این بود که با هم تبادل اطلاعات بود. و ایران هم حتی در مورد آقای خانسی گفتن که این در ایران نیست ولی ما ممکنه بتونیم اطلاعات خوبی به شما بدیم. بعد دیگه مشغول شدیم به این که تعیین کنیم که این ملاقات کجا باید انجام بشه، در سه ساعتی باید انجام بشه، که آقای فلاحیان اون زمان رفت به آلمان و در آلمان اعلان کرد که با سازمان‌های اطلاعاتی آلمان رابطه به قول معروف مخفی دارن، که در همون موقع شروع کردن به آقای فلاحی به آلمان حمله کردن که شما چرا یه همچین رابطه‌ای رو دارید. بعد FBI گفتن که باید صبر کنیم این مسائل بخوابه، بعد از اون دیگه قرار شد هر رابطه ای از طریق وزارت خارجه انجام بگیره و این مسئله هم از بین رفت. مسئله بعدی که پیش آمد که من نوشتم و دوست دارم برای دوستان بگم زمانی است که میرسیم به سال 1995، آوریل سال 1995، که آقای کلینتون قصد داشت که بره و به روسیه و با آقای یلسین ملاقات رو. اون موقع برای من پیغام آوردن از شورای ملی امنیت ملی آمریکا، از افراد اون شورا، که آقای کلینتون میخواد که وقتی میره برای مذاکره در این با آقای یلسین، دلش میخواد که این مسئله ساختن نیروگاه اتمی بوشهر جزء صحبت‌های این دو نفر نباشه و دوست دارن این رو با ایران مسئله رو حل کنن قبل از اینکه آقای کلینتون به این سفر مسکو بره. و شما نه از طرف ما، از طرف خودت، یعنی من از طرف خودم به عنوان یک فکر مطرح بکنم که آیا ایران حاضره حتی گوش بکنه به اینکه این نیروگاه اتمی به یک نیروگاه اتمی گازی تبدیل بشه و این رو شرکت‌های آمریکایی مثل جنرال الکتریک یا حالا درست یادم نیست و شرکت‌های روسی مشترکاً این رو انجام بدن، پولش رو هم از اموال مسدود شده ایران در آمریکا آمریکایی‌ها تأمین می‌کنن و در ضمن هم جلوی این عملیات خصمانه‌ای که بر علیه کارهای اعتباری ایران، مالی ایران در خارج از ایران آمریکا انجام میده، اون رو هم دیگه باهاش کاری ندارم. من این فکر رو مطرح کردم و از طرف خودم و اونها از ایران به من گفتن که بله ما حاضریم که این رو گوش کنیم ببینیم که چی میگه. و بعدها به من گفتن که آقای رفسنجانی اون موقع در هندوستان بوده، آقای رفسنجانی رو پای هواپیما پیدا میکنن و به ایشون میگن و ایشون هم چراغ سبز رو میگن. بعد که این رو گفتن خب شما بگوید که این پیشنهاد رو خودت داری میکنی و ایران برگرده و بگد که به سفیر سوئیس در ایران که به آمریکایی‌ها بگن که من مورد قبول برای انجام این کار هستم، مورد قبول ایران برای اینکه رابطه باشم بین ایران و آمریکا در این مورد هست. من این رو با ایران مطرح کردم، اونها گفتن قبل از اینکه ما کاری بکنیم به آمریکا بفرمایید که به سفیر سوئیس در ایران بگن که به آقای فلاحیان بگه که ما با فکر یا با پیشنهاد آقای انصاری موافقیم
من این صحبت رو به دوستان آمریکایی کردم، اونا هم گفتن مسئله نیست، این کار رو انجام بده. یه دو سه روز بعد از ایران به من زنگ زدن و گفتن که ما سفیر سوئیس رو دیدیم و سفیر سوئیس چیزی نگفت. من رفتم به دوستان آمریکایی گفتم آه این چی شد، شما که قول داده بودید که این کار انجام بگیره. گفتن که وکلا، ما میخواستیم این کار رو بکنیم ولی وکلا به ما گفتن که ما نمیتونیم شروع کنیم کاری و شما به ایران بگید که اونها بگن به سفیر سوئیس که ما با فکر انصاری موافق هستیم یا با پیشنهاد انصاری موافق هستیم. که وقتی من این پیغام رو به ایران دادم، اونها گفتن آه این آمریکایی‌ها جدی نیستن، اصلا فراموش کنید. و مسئله به هم خورد و بعدم آقای کلینتون، حالا من چون تاریخش رو اینجا نوشته بودم، آقای کلینتون دستور اینجا در ششم ماه می 1990 آقای کلینتون دستور تحریم‌های تجاری بر علیه ایران رو داد. یعنی اگه این مسئله پیش نیامده بود، نه ما مسئله اتمی داشتیم نه مسئله تحریم که اینطور پیش اومد. حالا من دوست دارم، با اینکه بعضیا دوست ندارم، ولی خب ما این برکت کار ما هست. و من با دو آیه از قرآن میخوام این صحبت خودم رو تموم کنم و بعد از اون اگر دوستان سوالاتی داشته باشن من در خدمتتون هستم. یکی سوره فاطر هست آیه 10 که خداوند میفرماید هر که طالب عزت هست تمام عزت خواست خدا و خداپرستان است و کلمه نیکوی توحید به سوی خدا بالا رود و عمل نیک خالص آن را بالا ببرد و بران که به مکر و تزویر اعمال بد کند عذاب سخت خواهد بود و فکر و مکرشان به کلی نابود خواهد شد. و خداوند در سوره الحدید آیه 20 می‌فرماید بدانید که زندگانی دنیا به حقیقت بازیچه است طفلانه و لهو و عیاشی و زیب و آرایش و تفاخر و خودستایی با یکدیگر و حرص افزودن مال و فرزندان. در مثل مانند بارانی است که گیاهی در پی آن از زمین بروید که برزگران را به شگرفت آورد و سپس بنگری که زرد و خرف شود و ببوسد. در عالم آخرت عذاب سخت جهنم و آمرزش و خوشنودی و حق نصیب است. باری بدانید که زندگانی دنیا جز متاع و فریب و غرور چیزی نیست. من صحبتی که با تمام چیزا، این صحبتایی که کردم و کارایی که کردم، تنها چیزی که مهم رضایت خداوند هست، تنها چیزی که اهمیت داره خداوند هست و اینها همه بازیچه است. حالا ما هم بازی‌ها رو کردیم خدمت بینندگان عزیز هم عرض میکنیم، ولی اگه دنبال خوشبختی خودمون هستیم فقط باید به دنبال رضایت خداوند باشیم. جناب سوری، حالا من هر امری شما داشته باشید، اگه دوستان سوالی دارن من در اختیار هستم. بسیار ممنونم از شما. برنامه های شما باید 2 ساعته باشه که دوستان هم بتونن سوالاتشون رو مطرح کنن و پاسخ بگیرن. اولا اجازه بدین من به دوستانی که احتمالاً شما رو نمیشناسن یا میشناسن فقط میخوان بیان یک محیط متشنجی درست کنن که ای آقا چرا الان صحبت میکنید؟ شما 17 سال پیش هم صحبت کردید و همون موقع هم دوستان دیگه‌ای بودن که میگفتن ای آقا چرا الان صحبت میکنید؟ الان که آقای رضا پهلوی میخواد بره شاه بشه. دوستان هیچ موقعی حساستر از دیروز، هیچ موقعی حساستر از فردا نیست. هر لحظه‌ای هر کسی صحبت میکنه بیان بشینید پای صحبتاش گوش کنید و اگر سوالم میکنید سوال مثل این آقای بابک هروی که واقعا چیزی که تو مغز من بود ایشون هم سوال کرد، نه تنها به این دلیل که با من موافقه من میخوام بگم سوالاتش خوبه، ولی سوال اساسی میکنه. اولا شما وقتی میگید اینا شرکت باز کردن و هر کسی سهیم بود، یعنی شرکت‌های سهامی. وقتی میگین تو آتلانتا، یعنی ایشون احتمالاً یه فینانشال ادوایزری داشته که بهش گفته آتلانتا که مرکز کورپوریشن‌های آمریکا هست، اسم شرکتشون چی بوده و چه نوع بوده. بعد باز بابک هروی سوال میکنه آیا این که شما گفتید بانک، اینها FDIC بیمه بودن یا بانک‌هایی بودن که ما میدونیم تو آمریکا خیلی از این بانک‌های قلابی درست شد و پولای مردم رو برداشتن. شما چون از آقای شهبازی اسم بردید، من مدیون هستم که بگم هم روان ایشون شاد و یکی از اونایی که پولش سرمایه زندگیش رو
گذاشته بود توی این کار و بعد رضا پهلوی به اونم پول نداده بود و یکی از اونایی که شما به خاطر اون بیشتر درگیر شدید با رضا پهلوی همین آقای شهبازی بود که همین آقای شهبازی یعنی رضا پهلوی وصیت پدرش رو هم رعایت نکرده بود که گفته بود تا آخر به اصطلاح عمر این شهبازی نگهش دار و حقوقش بده. آقای انصاری یه مقدار درباره این شرکت ها بدید. من چون هم کتاب شما رو خوندم هم 12 تا مصاحبه سال 2001 و اینها با شما داشتم اینها رو میدونم. شرکت نفتی داشتید، بانک داشتید و وقتی شما میگید این وام میگرفت آقای رضا پهلوی، این وام ها رو تو کدام قسمت هایی از لحاظ سرمایه گذاری و اینها به اصطلاح سرمایه گذاری میکرد؟ بفرمایید. خوبتون ببینید، ما اولا بانکی که داشتیم یه بانکی بود به نام مید کانتیننتال تراست که از این بانک های آفشور بود که و این بیشتر برای این درست شده بود که وکلای سوئیسی آقای پهلوی به ما گفته بودن، چون ما یکی از کارهای مهممون این بود که جمهوری اسلامی اموال اینها رو نگیره. آقای انصاری برای افرادی مثل من که آفشور رو با آبشور ممکنه اشتباه بدونن توضیح بدیم که شرکت ها و بانک هایی در آفشور هست. الان یکی از مشکلات بزرگ آمریکا اینه برای که مالیات ندن اینجا، برای که شرایط سخت شرکت ها رو نداشته باشن، میرن تو کشورهایی که آسونتره، میرن تو کشورهایی که کوچیکتر هستن، میرن تو کشورهایی که مالیات ندارن، اونجا به اصطلاح به اینها میگن آفشور. و گویا بانکی که آقای رضا پهلوی و دوستانش درست کرده بودن اینجوری بوده. ضمناً باز سوال میکنن شما تو این شرکت ها جزء هیئت امنا بودید. دلیل اصلی ایجاد این بانک این بوده که میگفتن گرفتن اموال یه بانک خیلی مشکلتر از گرفتن اموال یه شرکت. اسم بانک چی بود یه بار دیگه لطف کنید؟ مید کانتیننتال تراست. و این یک دفتر داشت در اتلانتا، یک دفتر داشت در لندن و بعد اینجا بعدم حساب داشت، ولی ما اجازه نداشتیم که مثلا کسی بیاد پول بذاره، ولی این اطرافیان مختلف ما براشون حساب اطرافیان خودی بودیم. یعنی این مثلا آقای شهبازی بود یا لله معذرت میخوام داده که نه پرستار لیلا بود یا مادر بزرگ ایشون بود یا برادر من بود، اینها به قول معروف پولاشون رو گذاشته بودن اونجا و ما این رو بهشون 12% بهره میدادیم. تفاوت بهره هم آقای پهلوی استفاده میکرد، ولی وقتی کار خراب شد ایشون نمیخواست، یعنی اینها پولشون رو به بانک گذاشته بودن، بانک این پول رو قرض داده بود با آقای پهلوی، ولی ایشون نمیخواست پولی که از بانک قرض کرده رو به بانک پس بده که بانک بتونه به اینا پس بده. و این تمام دعوای ما سر همین بوده و ایشون به قول معروف اینکه ما پول داریم تو نداریم و پدراتو در میاریم، که این اینجوری دموکراسی میخوام ببرم به ایران و واقعا خدا نمیگذره. حالا من گفتم من خداوند به من قول پیروزی داده، من الان 28 ساله که از دفاع کردم و این رو ادامه میدم تا روزی که خداوند کفایت بکنه. ولی حالا در ضمن بعد شرکت هایی داشتیم در اروپا که اینها حساب داشتن تو بانک ها که اینها بینام بودن، ولی یعنی هر کسی که این شرکت ها رو داره، برای اینکه ما نمیخواستیم نمیتونستیم بریم پول بذاریم به حساب آقای پهلوی، که در نتیجه پول رو بعد میذاشتیم به حساب یه شرکتی که بینام بود، بعد این شرکت بینام در حقیقت مال آقای پهلوی بود. این حالا اینا برای بیشتر قایم کردن این بود که جمهوری اسلامی نیاد مال ایشون رو بگیره. این داستان اینه. شرکت نفتی هم داشتید؟ نه، یه چیز به نام مدینه. ما یه شرکت داشتیم به نام یورو امریکن پترولیوم کورپوریشن که این چیز میزد، چی میگن، گاز تولید، یعنی اصلا میرفتن حفاری و تولید گاز میکرد، که اون رو وقتی دعوا میشه بین من و آقای پهلوی، آقای پهلوی میبخشه با آقای دکتر کسرایی. بله، بسیار ممنون. خب طبق صحبتایی که همیشه داشتیم و کردیم، شما خوب توضیح میدید راجع به نمک و نمکدون. باز دوستان میان، مثلا یکی از دوستان آقای تیمور نوشته این هم یک خائن دیگه نزدیک به شاه. من نمیدونم یعنی شاه احمق بوده این همه خائن دورش بودن. آقا این کلمه خائن رو به این سادگی استفاده نکنید دوستان عزیز. اصلا ممنونم، شما توضیح میخواین در این باره بدید یا اصلا من حالا چون تو یه برنامه‌ای داشتیم با همین رادیوی جوان دیدم امروز گذاشته که من اینو جوان چه اونجا هم نوشته بودن خیانت کرده، خائنه. حالا ایشون به من حمله کرده. بله من که به ایشون حمله نکردم.
من دائم پیغام دادم، همه جور سعی کردم، گفتم نکنید، بیایید همه حساب ها رو بدیم به حکم، هرچی حکم گفت همه قبول کنن. بعد اینها میگن که ما پول داریم تو نداریم، ما پدرت رو در میاریم، و آمدن همه جور بر علیه من ظلم کردن. حالا اگه من میام از خودم دفاع میکنم، دفاع کردن از خود شما دفاع، یعنی من حمله نکردم، من دفاع دارم میکنم، آیا دفاع کردن خیانته؟ آقای انصاری من ممنونم از شما. بیان شما رو زیر پاشون له کنن، یا اصلا حالا دعوای من که دعوای من با اینا نبوده، من دعوا کردم به خاطر حق دیگران. اگر من میام میگم که آقا حق مردم رو نخورید، که من فکر نمی کنم باید این کار رو بکنن، این و من دفاع می کنم، بعدم گردن کلفتی نمی کنم، بعد از اینکه بهتون براتون شرح دادم چرختی من حمله کردم بدون هیچ دلیلی، بعد من باز میام پیشنهاد صلح میدم قبول نمی کنن، و بعد من از خودم دفاع می کنم میشم خائن. ممنونم آقای انصاری. 5 دقیقه بیشتر به پایان وقت نمونده. آقای فرهمند محمود کلایه که یکی از افرادی هستن که چند هفته پیش با دوستان دیگه رفتن اینجا با اون سناتور یا کانگرسمن میهن صحبت کردن، ایشون یه سوالی داره که خیلی جالبه. نوشتن که به انگلیسی نوشتن: Did you receive any monetary compensation from any government because of your extensive services rendered or was it voluntary? Are you employed now by any NGO or government? اینو پاسخ شاید داریده. شما خیلی این جواب خوبیه، چون ما وفاداریمون به خداست، کسی با ما کار نمیکنه، پولم نمیده، فقط وقتی که احتیاج دارن میاد و متبعد. حالا میرسیم، بذارید این داستان رو من تازه شروع کردم که من بعد از این که این همه کمک کردم، یک درون نه از این ور گرفتم نه از اون ور گرفتم، و خدا حفظ میکنه چون خداوند روزی دهنده است. پس شما نه جزو NGO هستید نه گاورمنت حقوق میگیرید. برای اینکه اون کارا رو بکنید باید قبول، من نمیتونم که، من میگم باید مورد به مورد ببینیم که اون مورد چیه. بله. و اگه خیر باشه من میکنم، من نمیتونم که برم از کسی پول بگیرم. یه سوال دیگه، یکی از دوستان محیطی نداریم الحمدلله، شما هم که خودت شاهد. بله بله. یکی دیگه از دوستان نوشتن که آقای رادمن شیرازی نوشتن که مثل اینکه ایشون گفت پولها دست من بوده و ضرر کردم، درسته؟ نه، ما گفتیم ما داشتیم کارهای ایشون رو اداره میکردیم و در همین خرید و فروش ارز و چیزی که میگردیم سر ما کلا گذاشتن کمپانی ایه پاتن. حالا یه سوالی آقای انصاری، ما بعد رفتیم بر علیه اینها، حتی وکیلی گرفتیم به نظر با نظر خود آقای پهلوی. آقای انصاری سوال بهش دادیم که برن این رو پس بگیرن. سوال اینه، حمله کرد. سوال اینه، هیچ کدوم از اطرافیان یا شما نمیگفتید ما چرا اومدیم درگیر کار و کاسبی و ارز و نفت و گاز و بانک شدیم وقتی که باید هدفمون رفتن دنبال اون سوگندی بوده که آقای ولیعت خورده و تخت و تاج پادشاهی رو پس بگیریم؟ هیچ کدومتون سوال نکردین؟ ضمناً آقای بابک هروی میپرسه که شما توی این بانک و اینها هم مقامی داشتید یا؟ بله، من چرمن بانک بودم، چرمن اون اویل کمپانی بودم. حالا بذارید برم اون جوابی که شما سوال کردید، خیلی سوال مهمیه. بفهم. ببینید، ما باید، شما وقتی میخواید هر کاری رو انجام بدید، از جمله همین کار رو که حالا آقای پتیک آمده داره پولشو میده دیگه، من که ندارم بده. بله بله، متوجه هستی، خلاصه این پول میخواد و ما یه پولی داشتیم و باید از این پول به قول معروف پول در می آوردیم که بتونیم این چرخ کارهای سیاسی آقای پهلوی رو بگردونیم. اینجوری شروع شد. بعد در وقتی که آقای پهلوی آمد گفتش که من میخوام برم از سازمان سیاه پول بگیرم، من به ایشون گفتم من دیگه با شما نیستم، من و اون موقع هم حالا به دلایل خیلی زیاد دیگری دیگه من سلطنت طلب نبودم، به ایشون هم گفتم من دیگه سلطنت طلب نیستم، که حالا نمیخوام چون وقت نداریم که براتون بشه. و ایشون به من میخوام برم، این سال 1985، من اون موقع به ایشون گفتم من اصلا میخوام برم، که ایشون به من گفت نه تو بمون، فقط کارهای مالی خود منو اداره کن، با من باش، اصلا میگفت تو وقتی با منی من یه ذره آرامش دارم، ولی که من پدرم داره در میاد. آقای انصاری لطف کنید، به خاطر دوستی با ایشون موندم و کارهای خصوصی ایشون رو انجام بدم، ولی من از سال 85 به بعد دیگه نه سلطنت طلب بودم و نه میخواستم که تو کارهای سی، چون انقدر کثافت کاری از اینها دیدم که اینها هیچ کدوم برای من قابل قبول
نبود. بسیار من تمام زندگیم رو قربان دادم که مال مردم، نه اینکه به خاطر 10000 دلار 20000 نفر رو بپشتم. ببین آقای انصاری، من از شما ممنونم. به پایان این وقت رسیدیم و بازم امیدوارم در هفته‌های آینده ولی خیلی زود باز با هم صحبت داشته باشیم. شما لطف کن عکسایی رو که ما در برنامه‌های مختلف نشون دادیم، همین دیدار شما با ملک حسین، با دیگران، همین صمیمیت و دوستی شما با آقای رضا پهلوی، همین جشن تولد شاه که شما هم جوان هستی اونجا هستی، اینا رو فیسبوک الان یه موقعیت بسیار خوبی برای شما به دست اومده که اینا رو بذارید که دوستانی که هی میان میگن این آقا مدرک داره یا نه، شما نشون بدید که بابا به قول آمریکایی‌ها بیندر دان دت، بودم چیز شده آمدم. و شما چندین بار بله بفرمایید، میگم ما که خودمون مدرکی که خودم کردم که به قول معروف حی و حاضر. دوستان عزیز برنامه امروز تموم شد. آقای انصاری اگر میخوان خداحافظی کنید از دوستان، یکی دو دقیقه هم باهاتون میمونم، ولی بهمون قول بدید که دیگه این بار زودتر با ما باشید. حتما. و من از شما، از بیننده، اول از همه خداوند، من خداوند رو شکر میکنم، از شما ممنون هستم و از بینندگان که منو تحمل میکنن ممنون هستم. و هدف من همون جوری که بارها گفتم نزدیک کردن خودم و همه به خداونده، چون خود خوشبختی رو فقط در اون میبینم، و روشن کردن حقایق که حقیقت رو بدونید، نه اینکه همش به شما دروغ بگن بعدم شما بگید به به، خب این که نظر به جایی نخواهید رسید. خدا پشت و پناهتون باشه، خدا یار و نگهبانتون باشه و انشالله به زودی. بسیار ممنونم از شما دوستان عزیز. با آقای انصاری خداحافظی میکنم. آقای انصاری خداحافظ، روزهای بهتری در انتظارتون باشه، به امید دیدار انشالله. و خیلی خدا رو شکر میکنم و از شما ممنون هست. ممنون و متشکر از شما. این ویدیو به زودی در وایگانی تلویزیون مردم روی یوتیوب میمونه و شما فقط اسم ایشون رو، البته ماشاءالله اسم طولانی داره، احمد علی مسعود انصاری، چه با فارسی چه با انگلیسی، اگه تایپ کنید توی گوگل به اصطلاح ویدیوهای زیادی نه فقط مصاحبه ایشون با تلویزیون مردم میبینید که ایشون سالهای سال از زمانی که آقای رضا پهلوی دوستان شروع کرده و از ایشون شکایت کرده این موضوع ادامه داشته. و اون دوستمون هم جالب نوشتن که خودمون مدرکیم. دوست عزیز، دلیلی که ایشون میگه خودم مدرکم، اون کلمه حی و حاضر شنیده بودید؟ یعنی هم زنده هستم هم حاضر هستم، یعنی چیزی رو که داره میگه اگه کسی خلافش رو داشته باشه میتونه بره سوش کنه. یک آدمی هست که حقیقی و حقوقی نشسته جلو شما. دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه های خودتون رو داشته باشید، در تلویزیون مردم میتونید برنامه های دیگران رو هم نشون بدید، و اگر هم مثل من مفتخور هستید میتونید در مردمریپورت.com اون سمت راست ویدیوهای دیگران و ویدیوهای خودتون رو بذارید. ممنون و متشکرم. به برنامه ها ادامه بدیم. امروز ساعت 3 بعد از ظهرم یک مهمانی دارم که منتظرم با ایشون مصاحبه جالبی داشته باشم. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکر و خوب و خوش و سرحال باشید. به امید دیدارتون در برنامه های بعدی. مرسی.